و همکارم مراد ویسی از واشنگتن همراه ما هستند در همین ارتباط. آقای ویسی، در چه شرایطی انتخابات رقابتی میشه مثل سالهای 88 و 92 و در چه شرایطی مثل 1400 غیر رقابتی خواهد بود؟ ما اصولا اولا انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی نداریم، یا انتخابات رقابتی داریم یا انتخابات غیر رقابتی. موقع انتخابات رقابتیه که جمهوری اسلامی یه جایی در مقابل نظام بین الملل گیر کرده باشه، مثل سال 92 که تحریم‌های فلج کننده بهش فشار آورده بود، 6 تا قطعنامه شورای امنیت بود، میخواست اینا رو حل کنه، اجازه داد که روحانی و ظریف بیان برن حلش بکنن. سال 76 که خاتمی اومد و رقابتی شد، علی خامنه‌ای نمیخواست، غافلگیر شد. بعضی از انتخابات هست مثل 1400 که نظام میگه من رقابت نمیخوام، یه نفر میخوام مثل رئیسی بشه رئیس جمهور، چند تا کاندیدای فرعی رو میذارم کنارش. الان نمیدونیم کدومی که از اینا هست. به احتمال زیاد انتخابات غیر رقابتی خواهد بود. چرا؟ چون جمهوری اسلامی احساس نمیکنه که در مقابل بایدن و آمریکا و اسرائیل الان وضعیتش ضعیفه و باید بره به انتخابات رقابتی. جمهوری اسلامی الان میگه که خب بایدن که خیلی به من فشاری نمیاره، تحریما رو که اجرا نمیکنه، 10 میلیارد دلار پولم بهم میده، در قضیه هسته‌ای هم به من فشار نمیاره، در خاورمیانه بایدن حداکثر دنبال اینه، میگه به پایگاه ما حمله نکنید. بنابراین چون جمهوری اسلامی خودشو در مقابل بایدن در موقعیت ضعف نمیبینه، احتمالاً سمت انتخابات رقابتی نمیره و یه انتخابات بسته‌ای رو برگزار میکنه و بین تمام نامزدهام که مثل همان، اون نامزدی که مورد اشاره خامنه‌ای باشه، سپاه و بسیج ازش حمایت میکنن و انتخاب میشه. آقای ویسی، فکر میکنین که نامزدهای اصلی انتخابات چه کسانی باشن؟ میکنم یه افرادی مثل مخبر که الان به جای رئیسیه، مثل پرویز فتا که رئیس ستاد اجرایی فرمان امامه، مثل بزرگپاش اگه خامنه‌ای مثلا بخواد جوان مورد نظرش بیاره، مثل حسین دهخان رئیس بنیاد مستضعفان، مثل سعید جلیلی که نماینده جبهه پایداریه، مثل قالیباف که نماینده بخشی از سپاه در حاکمیت. اصولا تمام کسایی که بند نافشون به خامنه‌ایه، اگرم بخوان انتخابات رقابتی اجازه بدن، مثلا یک کسایی مثل مجید انصاری از مجمع روحانیون یا یک نامزدهای درجه چندمی از کارگزاران اینا رو اجازه میدن، ولی از بقایای حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب، یعنی و اصلاح طلبایی که خامنه میگه رادیکال، از اونها اجازه نمیدن. ولی من پیش بینی اینه که حتی اون محدودهای نزدیک به روحانی و کارگزاران اینا، اونها هم اجازه نمیدن و بین خودشون از سپاه یا نزدیک به سپاه چند نفری میارن، یه نفرم با اشاره بیت بیشتر مورد حمایت قرار میگیره که رئیس جمهور بشه. بله، ممنونم از شما همکارم مراد ویسی که همراه ما بودید.